زینب روح کسیه که حاجب اون درگاه ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، اگر نوکر مقامش این باشه، آیا اون آقایی که به انتصاب به او این مرد به این مقام رفیع رسیده چه کسی؟ یک زنی آمد خواست اختبار کنه حسین ابن روح را، گفت من حقی آوردم، آیا تو خبر داری از اون حقی که من آوردم؟ فرمود برو اون حقه را در دجله بینداز، بعد برگرد. این مسیه که اون اکسیر اعظم به او خورده، کیمیایی شده، به این مقام رسیده. رفت زن حقه رو انداخت در دجله، بعد آمد به محضر ابوالقاسم حسین ابن روح، گفت حقه رو انداختم در دجله. کنیز رو صدا زد، فرمود حقه رو بیار. وقتی آورد پرسید این همانه که در دجله انداختی؟ گفت بله. گفت من خبر بدهم که در این حقه چیه یا تو خبر میدی؟ گفت تو خبر بده. اون چه بود گفت. بعد هم سر حقه باز شد، روشن شد چه احاطه است. این مقام نوکر اوست. کجا ما امام زمان را شناخت؟ سعی کنید او را به مردم معرفی کن، مگر عنایتی کنه، نظری کنه. علی ابن بابی به ابوالقاسم حسین ابن روح نوشت که من امسال عازم مکه‌ام، جواب آورد امسال به حج نرو. بعد نامه نوشت به حسین ابن روح که من نذر کردم که امسال را به مکه برم. جواب آمد اگر لابدی
که به مکه بری در قافله آخر برو. علی ابن باوی پدر شیخ صدوق صبر کرد، همه قوافل رفتم، در قافله آخر نام نوشت و با اونها رفت. تمام قافله ها به وسیله غرامته همه کشته شده، فقط اون قافله باقی موند. اینه احاطه او به عالم. تنزل الملائکه بر روح فیها بإذن ربهم من كل امر همه بر قلب او باید نازل بشه. و كل شيء احسيناه في امام مبين. پروردگار به پهلوی شیسته صدیقه کبرا ما را مورد عنایت اون حضرت قرار بده.